با خجالت میشم. سه من چرا رفتی به تو داره؟ کسی به شما میگه با سوشی با این تیپ اومدی بیرون؟ زنگم بزن، زنگم بزن به اون جایی که هیچ وقت نمیدونین کجاست. مسیح جان ایشون هم ولی سوشی یکی که من منتظر بودم پیدا کنم. با پیداش کردم. کجا بودی؟ شما حسین مسیح النجات پیام فرستادی؟ نه به قرآن، به خدا من ماشینم با همین دوستم بودم. اگه ویدیوشو بتونید پیدا کنید، ایشون موهاشون اصلا کلا بلوند بود، روسری هم سرشون نبود. به خدا چیکار کردم؟ چه کاری بود اصلا؟ من فرستادم بعد آنسنت کردم چون نمیدونستم. اشتباه کردم. من نمیدونستم این قانون رو، نمیدونم اون قانون رو واسه یکی فرستادن که نمیدونم این چیز این داستانیه جور میداره و این کار اشتباهه و من همون لحظه آنسنت کردم. میتونید تلگرامو ببینید. امروز تاریخ 5/9/1398 این ویدیو رو من از عزیزین آقای روحانی تهیه کردم که من اومدن یه تذکری دادم و من تایید میکنم که این اصل ویدیو که این من خودم بودم این شخص و من میخواستم که تایید کنم که این ویدیو رو من خودم گرفتم و میخواستم که مسیح علی‌نژاد رو به مقصر این موضوع بدونم چون که باعث شدن که یه همچین اتفاقی برای یکی مثل من بیفته. و من میخواستم که اینو به دختر همسن و سالای خودم بگم که تحت تاثیر این فضای مجازی و این خانم قرار نگیریم چون این خانم تحت یه رژیمی هستش که دوست داره امثال ما رو گول بزنه و اگر که میتونست حتما میومد همینجا و این صحبت ها رو رو در رو با ما میکرد، نه اینکه بشینه پشت یه صفحه دیگه و از اون صفحه بخواد ماها رو مثلا شیر بکنه. و بابتش باعث شدش که این ویدیو که باعث شد من این ویدیو حدودا 10 ساعت بعد تحت بازداشت قرار بگیرم و بابت این بازداشت هم اتفاقی که مسیح علی‌نژاد باعثش بود این بودش که من خانوادم، دوستانم و نزدیکترین افرادم تحت استرس قرار بگیرن و من بابت این موضوع ابراز پشیمونی میکنم و امیدوارم که کسی دیگه یه همچین کاری رو تکرار نکنه.